میهنان عزیزم، اعتراضات شجاعانه و هوشمندانه شما در سراسر ایران نمایشی باشکوه از همبستگی ملی و تازه ترین نمونه از دادخواهی تاریخی ایرانیان در آن سرزمین کهن است. آشکار است که درد شما بیش از آن که قیمت بنزین باشد کرامتی است که از دست رفته اش می‌بینید. شما به درستی دریافته اید که تا ایران در اشغال جمهوری اسلامی است، فقر، دروغ، تحریم، بیداد و تبعیض، فساد افسارگسیخته و ستمگری نیز بر کشور حکم فرماست. شما به درستی دریافته اید که تنها راه رهایی نه صندوق‌های دروغین رأی که در باهم بودن و سردادن فریاد دادخواهی در خیابان‌های ایران است. یقین داشته باشید که هرچه این جنبش ملی حق طلبانه بزرگتر و گسترده‌تر شود و در دانشگاه‌ها و مدارس و کارخانه‌ها و محل‌های کسب و کار نمود بیشتری پیدا کند، امکان سرکوب آن برای این فرقه تبهکار و فاسد سخت‌تر و سخت‌تر خواهد بود. یقین داشته باشید آن فرد فاسد و دروغگو که فرمان سرکوب شما را داده، روزی ندیر و ندور به علت جنایت‌ها و تاراج سرمایه ملی کشور در پیشگاه ملت ایران پاسخگو خواهد شد. این باور همیشگی من بوده که شما مردم با اتکا به قدرت خودتان به این کابوس پایان خواهید داد و صبح روشن آزادی و رفاه را رقم خواهید زد. بدانید در لحظه لحظه آنچه در ایران بر شما می گذرد، دل من با شماست و در درد و رنج شما شریک است. پاینده ایران. حقیقتاً و حقیقتاً وقتی که یک دل میشیم در کنار هم میستیم و تکلیف خودمون رو برای آینده ایران روشن میکنیم و با رویای عشق و محبت پیش می رویم، شاهد سرنگونی نظام اسلامی خواهیم بود و می توانیم دست به دست هم بدیم با هر باور و هر اندیشه‌ای برای آبادانی ایران نیز آنچرا که لازمه هست و استعداد و رویاهامون هست
بتونیم کشورمون رو خدمت کنیم. درود میپرسم خدمت همه هموطنان عزیزمون در سراسر جهان. هموطنان عزیز، با توجه به اینکه برنامه امده جاودان در این وقت برنامه زنده هستش، شما میتوانید هم از شبکه امده جاودان و همچنین از روی فیسبوک کشیش رسول حیدری، روی یوتیوب و اینستاگرام ما رو مشاهده بفرمایید و اگر مایل هستید دست همکاری و یکدلی بدیم در این مبارزه، میتونید ما رو شیر کنید با دیگر دوستانتون. مهمانان بسیار خوبی رو داریم. سپاسگزار هستم از تک تک مهمانان عزیز که اینک با ما هستن و موضوع ما امروز این هستش: چرا رأی ما میتواند شاهزاده باشه؟ پس همین الان دیگر دوستان خودتون رو مطلع کنید و مشروط بر اینکه مایل هستید روی فیسبوک، روی اینستاگرام و همچنین روی یوتیوب مطلب خودتون رو، سوال خودتون رو بنویسید و اگر ماز مایل هستید میتوانید با شماره تلفن 818-716-4-0 تماس بگیرید، یا مستقیم یا غیر مستقیم از اتاق فرمان سوال شما رو به ما میگن و من از مهمانان عزیز که در این قسمت متخصصینی هستند در رابطه با شرایطی که الان در ایران هست و همچنین سیاست میتوانم به شما عزیزان پاسخگو باشم. درود میفرستم خدمت همه عزیزانی که لطف کردید با ما هستید. آقای دکتر آبار عزیزم در آلمان، آقای مهندس فرشادفر عزیزم در ترکیه، هرچند فرمودن من مهندس نگید، از فروتری و محبت صحبت کردن، واقعا سپاسگزارم. اما خدا شکر برای وجودتون آقای مهندس عزیز و سپاس از اینکه با ما هستید. کشنوری عزیزم در ترکیه که با ما هستن، بدر رضای عزیزم که در گرجستان لطف میکنن با ما هستن با تمام مشغولیت‌ها و خدماتی که دارن. در ابتدا اگر مایل هستید سپاسگزار میشم از آقای دکتر آبار عزیزم بشنوم، و اگر براتون امکان پذیر هست، گذشته از این که سوال امروز ما این هستش که چرا بهتر هست شاهزاده رو ما در این مسیر همراهی کنیم و هم فکر با شاهزاده باشیم برای آزادی و آبادانی ایران، چند دقیقه هم از خدمات شما برای مملکت عزیزمون بشنویم. سپاس از شما جناب کشیش رسول عزیز. من خوشحالم که در خدمتون هستم و درود میگم به شما، درود میگم سپاس به بینندگان عزیز این برنامه و با یاد جان باختگان جاویدنام که در ایران جان خودشون رو برای آزادی ایران فدا کردن، سخنان خودم رو آغاز میکنم. عرض کنم که من بهرام آبار، در واقع مدیر کل حزب سکولار دموکرات ایران هستم که سال 2014 این رو با تشکیل دادیم و این حزب در آلمان به ثمر رسیده. البته ما کار حزبی نمیتونیم در آلمان بکنیم، چون کار حزبی اگر بکنیم باید برای آلمانی ها، برای سیاست آلمان کار کنیم. بنابراین ما بیشتر کارمون آگاهی رسانی است به داخل، به برون مرز و درون مرز، و همچنین آنچه که از دست برمیاد پشتیبانی از عزیزانی که در ایران هستند و برای اون فروپاشی جمهوری اسلامی زحمت می‌کشند. عرض کنم که در مورد شاهزاده رضا پهلوی باید این رو من خدمتتون بگم که ایشون با اون گذشته بسیار شفافش، با گفتار، رفتار، دانش، روش دموکراتیک و ایده‌های ملی‌گرایانه‌اش، محور محکمی و نیرومندی برای گذار از رژیم اشغالگران ویرانگر ایران و فاشیست های مذهبی. شاهزاده رضا پهلوی روز 13 خرداد همزمان با سالمرگ خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ویرانگران ایران، در پیامی تلویزیونی گفت اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی ملت ایرانه و خواستار ایجاد سازوکار هماهنگ کننده برای مدیریت جنبش های اعتراضی و اعتصابات ایران شد. خب این کاملا درسته. ببینید، ما بارها گفتیم و باز هم میگیم، براندازی جمهوری اسلامی، برکناری جمهوری اسلامی با همت و به دست ملت ایران در درون مرز انجام خواهد شد. ما از خارج ایران نمیتونیم جمهوری اسلامی رو براندازی کنیم. ما پشتیبان ملت ایران هستیم، ما حمایت میکنیم، اون چی از دستون برمیاد برای مردم ایران این رو انجام میدیم. و شاهزاده هم به درستی این رو اعلام کردن
که در حقیقت آلترناتیو اونها هستن. ما در خارج از ایران در برومز میدیم آلترناتیو های زیادی ساخته شده، ولی همشون در حقیقت خودشون رو به میخوام بگم به عنوان مذهکه به مردم معرفی کردن. برای کسی که در خارج از ایران نشسته و گروهی رو در خودش جمع میکنه و میگه ما آلترناتیو هستیم، این هم دولت هم موقته، اونا هم وزرا هستن، خب مردم میخندن میگن آخه شما چه کاره اید؟ به چه حسابی آمدید و اینجا این کاری ما؟ به هر صورت مردم ایران تا کنون به هیچ شخص دیگری برای پیشگامی، برای پیشگامی مبارزات و تظاهرات اعتماد نکردن و نامی از اون نبردن، مگر این که بگن رضا شاه روح شاد یا شاه ایران برگرد به ایران. اینا صحبت هاییست که مردم میکنن چون اعتماد دارن به شاهزاده رضا پهلوی، او رو میشناسن، میدونن گذشته بسیار شفاف و درست داره. اکثر کسانی که آلترناتیو شدند و میگن ما آلترناتیو هستیم یا ما میخواییم رئیس جمهور بشیم یا فلان چیز بشیم، اینها همشون یه مقدار زیادی وقتی در گذشتهشون بررسی کنید میبینید که مشکل زیاد دارن و این مشکل رو با مردم ایران دارن و نمیتونن خودشون رو جلو بندازن و سعی کنن که اینها آلترناتیو بشن. بنابراین من معتقد هستم که این اعتمادی که ملت ایران به شاهزاده داده، شاهزاده رو در حقیقت نماد حاکمیت مردم و عدم خشونت و نفی انتقام گیری شده. یعنی شاهزاده به هیچ عنوان طرفداری نمی کنه از کشت و کشتار، انتقام گیری و خشونت، بلکه او مرتب میگه که باید با نرمش، با در واقع مهر و محبت سعی بکنیم که کنار هم بایستیم و ایران رو بسازیم. و این آرامش و این میخوام بگم نیازی که مردم دارن به امنیت و آرامش میتونه با بودن شاهزاده در رأس کارها با بسترسازی های لازم یک جامعه بیدار و نیرو بیدار رو بهش نیرو بده، انرژی بده که بتونه ایران رو برای نسل بعدیش بسازه و کارها رو به درستی پیش ببره. خب ما میدونیم در ایران این رژیم کسی بسیار بسیار خرابکاری کرده، ویران کرده، دزدی کرده، همه چیز رو در حقیقت مختل کرده و کار بسیار زیاده. این کارها باید به دست ملت ایران در داخل ایران، اون فرض کنیم که 25 میلیون یا 30 میلیون کسانی که میتونن این کارها رو انجام بدن باید انجام بشه و خواهد شد. و شاهزاده رضا پهلوی این نماد هست که اونها نیرو خواهد داد، اونها رو در حقیقت در این کار یعنی نجات ایران همراهی خواهد کرد. شاهزاده رضا پهلوی به وضوح نشون داده که ایشون نماده در این حال سرمایه ملی ما ایرانی هست. کسی دیگر ما نداریم، کی رو داریم؟ اگر کسی رو داریم که حقیقتا میتونه با ایشون برابری کنه باید اعلام کند، ولی من در عرض این 30-40 سال گذشته ندیدم کسی رو، نمیشناسم کسی رو. بنابراین پیشنهاد ایشون در بسیار بسیاری نکات خیلی خیلی مهمه. این نجات ایران واقعا یک امر بسیار مهم و بزرگی است که باید انجام بشه. باید این نظام فاسد، این دیکتاتوری که الان هست، این ارتجایی ها، این مرتجعین باید کنار برن. اینا بنز کافی دزدیدن، ایران کردن و اون چرا که بوده بردن، ملت ایران رو واقعا به وضعی بردن، به حالتی بردن که به نان شبشون گرفتار هستن. یعنی الان اکثریت ملت ایران نان شب ندارن که بخورن. بنابراین اینها باید خاتمه پیدا کنه. در کشوری که ثروتمنده، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه از نظر نفت و گاز و ذخایر زیرزمینی، چرا باید به این روز بیفته؟ چرا باید کشوری که 43 سال پیش در اون وضعیت بود امروز یکی از کشورهای عقب افتاده دنیا باشه؟ البته کمبود افراد متخصص نیست، کمبود امکانات نیست، بلکه کمبود مدیریت بی نظمیه، نامرتبیه، ندانمکاریه. کسانی است که فقط به دزدی، به جمع کردن مال و منال مردم دارن توجه میکنن، نه به اینکه برای مردم کار بکنن. به هر صورت در چند سال گذشته فاصله این اعتراضاتی که مردم میکردن در ایران ماه سال به سال بود، الان شده ماه به ماه، حتی میخوام بگیم که هر روز این اعتراضات انجام میشه، ببینید در جنوب ایران، در اهواز، در آبادان و در شهرهای خوزستان. و من امیدوارم که این اعتراضات به نتیجه برسه و این جمهوری کثیف اسلامی هر چه زودتر با اونجایی که باید بره بره.
سپاسگزارم. من فکر میکنم بنزه کافی صحبت کردم. خواهش میخوام اگر زیاد صحبت کردم. خواهش میکنم. سپاس از مطالب نیکویی که فرمودید و ایمان دارم که برای هم من هم برای بینندگان و شنوندگان مفید خواهد بود، چرا که با صداقتی که شما دارید آقای دکتر عزیزم این آگاهی رو دارید میرسونید به گوش مردم و همه این آگاهی ها کمک خواهد کرد که این ریسمان ها بیشتر بشه، قوی تر بشه و ملت ما در کنار هم بایستن برای آزادی سرزمین عزیزمون ایران. از کشنوری عزیزم سپاسگزار هستم که با ما هستن. خوشحال میشیم که از شما بشنویم چرا بهتر هست که با شاهزاده ما در مسیر آزادی ایران همراه باشیم. درود بفرستم خدمت شما کشیش رسول گرامی، جناب دکتر آبار، جناب مهندس فرشاد و برادرمون کشیش رضا فاضلی و همینطور بینندگان گرامی. از خواهم خدمت شما، من با توجه به اینکه جناب دکتر آبار خیلی گفتنی رو گفتن، اما من میخوام یک فلشبک بزنم بگم که عملکرد رضا شاه و محمد رضا شاه در مدرنیز کردن بسیار موفق بود. تنها دوره که سکولاریسم در ایران پیاده شد و دست مذهب در جامعه قصر دوره پهلوی بود. رفاه و امنیت دوره پهلوی سلامت 1400 سالی گذشته بود. شکوفایی هنر و دانش در دوران پهلوی مثال زدنی بود. زنها بعد از 1400 سال در دوره پهلوی دارای حقوق اجتماعی و مالکیت بر بدن خود شدند. رفتار شاهزاده رضا پهلوی کاملا دموکراتیک است. تنها گزینه است که مردم ایران روی او اتفاق نظر دارند. دشمنی توده‌ای‌ها و مجاهدین و جبهه ملی و ملی مذهبی‌ها با او نشان دهنده این است که راه او درست است. تنها گزینه ای است از اپوزیسیون ایران که در مجامع بین المللی شناخته شده است. شاهزاده رضا پهلوی توانایی بسیج مردم را بر علیه جمهوری اسلامی دارد. مردم به او روی خوش نشان می‌دهند و پیروی از حرفای او در دوران گذار از جمهوری اسلامی بسیار اهمیت دارد. پادشاهی در ایران یک سنت است و مردم ایران این سنت را دوست دارد. سیستم سکولار دموکرات در ایران فقط با پادشاهی پارلمانی تحقق می‌یابد و در سیستم جمهوری به دیکتاتوری منجر می‌شود که ما نمونه‌اش را دیدیم. انسجام ملی در ایران با پادشاهی آسان‌تر به دست می‌آید. این نظر ما کشیش است. خواهش کنم. با سپاس از مطالبی که فرمودید. حقیقتا همه ملت ایران شاهد هستن، تاریخ شاهد هست. چگونه میشه تاریخ رو پنهان کرد؟ حتی ما به خوبی میدانیم، نمیخوام سوء تفاهمی بشه نسبت به باور گذشتمون، خیلی ها تاریخ رو پنهان کردن. امروز داره تاریخ حاشا میشه و حتی کتاب‌های قدیمی امروز داره میبینیم که به صورت صوتی در دنیای مجازی گذاشته میشه و مردم با حقیقت تاریخ دارن روبرو میشن. هرگز نمیشه محبت رضا شاه بزرگ رو و همچنین محمد رضا شاه رو فراموش کنیم و اینکه اینو فراموش کنیم که شاهزاده رضا پهلوی وقتی که به دنیا آمدن از همون ابتدا برای او رویاها داشتن نسبت به اینکه بتواند سرزمین عزیز ما رو در مسیر آبادانی پیش ببره. و از همه هموطنان میخوام صادقانه نسبت به این موضوع فکر کنید. حقیقتا ما به پیروی نیستیم که شخصی رو بت کنیم، بزرگش کنیم آنچنان، هرگز. چون به نظر من شاهزاده بزرگ هست، لزومی نداره ما اونو بزرگش کنیم. معمولا کسی رو بزرگ میکنن که بزرگ نیست، ولی ایشون در تاریخی که قرار گرفته بزرگ هست و فکر نمیکنم خودشم میل به این داشته باشه مشهور بشه. مشهور هستش و دانشش رو نیز داره. همه ما به فکر سرزمین عزیزمون ایران هستیم. از این رو از آقای مهندس فرشادفر عزیزم میخوام نظر شما نسبت به اینکه چرا ما باید همفکر و همراه با شاهزاده باشیم. درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب کشیش رسول گرامی، سرور بزرگوارم عزیز، برادر بزرگترم جناب دکتر آبار گرامی، جناب کشیش رضا و جناب کشیش نوری دوست و همرزم دیرینم و همینطور عرض ادب و احترام خدمت یکی یک همیهنانم، به ویژه شیربانوان و
دلیل مردان میهن آریایی در هر کجای این کره خاکی که هستند و البته بینندگان و شنوندگان شما در تلویزیون امید جاودان و فیسبوک و یا بخش‌های دیگر فضای مجازی از جمله اینستاگرام. سپاس. جناب کشیش رسول گرامی، من نخست در حضور خودم یه دو دقیقه کوتاه بگم چون شما فرمودید بگید. جناب کشیش نوری رو همه میشناسند، بارها در خدمتتون بودن و میدونم. من 10 سال هست از سر جبر روزگار با بدنی داغان، جسمی داغان به قوله بچه ها، نه اون جسم علیلی که اون رهبر درمانده داره، از میهن خارج شدم و از سالهای نخستین شروع کردم در رابطه با فرهنگ ایرانیان و جشنهای ملی با عزیزان در مرز کار کردن و از همون موقع هم جناب کشیش نوری گرامی بودیم در خدمتشون با هم و البته نه که ما این کارا رو انجام بدیم، ما فقط و فقط آنچه را که عزیزان مبارزان درون مرز انجام دادن در برنامه ها در رادیو و تلویزیون به سمع عزیزان رسوندیم و بعد از مدت ها یک ستاد هفته آبانی بود و دیگه احساس کردیم بایستی این به شکل نافرمانی بشه، نافرمانی مدنی ایرانیان شکل گرفت و پس از اون هم با ثبت جنبش توسعه و مدنیت ایرانیان در اروپا ما پایه‌گذار حزبی شدیم از مبارزان درون مرز، چرا که همونطوری که شهریار میهن فرمودند در بین 85 میلیون ایرانی ما فرصت نیست، من میتونم بهتون با سند ثابت کنم که بسیار مبارزانی هستند. ما پزشک جراح قلب داریم در بین مبارزان، شکر. ما دکتر دامپزشک داریم در بین مبارزان، آرایشگر داریم، بنا داریم، غصاب داریم، نمیدونم کشاورز داریم، همه آنچه که کارخونه دار داریم، کارمند اداری و آموزگار داریم، هر آنچه که در یک جامعه وجود داره از اشکال مختلف در این نیرو هست و همین ها هم میتوانند با تخصص های مختلف در فردای ایران آزاد سازندگی کنند و با افتخار بنده جناب کشیش نوری گرامی به همراه دوستان دیگرمون، مبارزان دیگرمون این افتخار رو داریم در خدمت عزیزان باشیم. من فکر میکنم معرفی نخست خیلی طولانی شد جناب. سپاس. بسیار عالی، بسیار عالی. خواهش میکنم. بفرمایید. در رابطه با چرا شاهزاده، من میخوام اصلا وام نگیرم از رضا شاه بزرگ، من میخوام وام نگیرم از روانشاد شاهنشاه آریامه، من میخوام وام نگیرم از اینکه شهریار میهن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان ولیعهد ایران بوده است. میخوام خیلی عامیانه و ساده و راحت، چون میدونید 80% بینندگان ضمن احترامی که به اون 20% با تحصیلات بالا که میتونن بعضی موارد رو حذف کنن، بعضی کلمات رو حذف بکنن، من خیلی راحت و عامیانه عرض میکنم، چرا که 80% شنوندگان و بینندگان افراد جامعه هستند، از بانو و مهربان، کسانی که در بخش‌های مختلف دارن تلاش میکنن، زندگی میکنن و حق حیات دارن. همونطوری که در بخش نخست برنامه شما پیامی رو و صحبتهایی رو از شهریار میهن پخش کردید، من اینجا یادداشت کردم آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده است: غارت، نابودی میهن، گداپروری، فقر، تحقیر ایران و ایرانی، صف‌سازی و موارد دیگر بوده است. آیا به نظر شما کسی که این چنین سخن میگوید از میهن پرستیش نیست؟ کسی که پس از شورش 57 و شروع جنگ ایران و عراق درخواست شرکت در جنگ میکنه و نامش رو کتباً به سفارت سوئیس تقدیم میکنه به عنوان اینکه این نامه برسد به دست ستاد مشترک ارتش ایران، آیا با همه اون ناسپاسی که هممیهنان ما کردن، با پشت پایی که پدران و مادران ما با نادانی به روانشاد شاهنشاه آریامهر و خدمات خاندان ایران ساز پهلوی زدن، این از میهن پرستی ایشون نیست که باز هم دل در گروه میهن داره و حضور داره؟
سوگند پادشاهی یاد کردم. اینجا روی سخن من با کسانی هستش که مدعی جمهوری خواهی هستند ولی نیستم. عزیزان، جمهوری خواهی و یا پادشاهی پارلمانی، هر دوی اینها جمهورن. هر دوی اینها برآمده از رأی و نظر مردم هستند. فرق این دو به اندازه یک تار مو هست، اما از آنجایی که به واسطه یه جغرافیا، پیشینه، فرهنگ، تمدن و تاریخ ما و موقعیت جغرافیایی ما ایجاب میکنه، ما پادشاهی پارلمانی رو بهتر میدونیم. اما عزیزان، در بین عزیزانی که در درون مرز مبارزه میکنن، پادشاهی خواه هم هستن، جمهوری خواه هم هستن. هیچ وقت به هم دیگه بی احترامی نکردن، هیچ وقت در جمعی. جناب کشیش نوری به عنوان یک کشیشی که نمیتواند دروغ بگوید میتونن شهادت بدن. آیا تا به امروز شما در ستاد نافرمانی های مدنی دیده اید که مدیری به مدیری دیگر توهین بکند؟ هرگز. اما در برون مرز ما میبینیم کسانی که این چنین هستن، یا کسانی که در درون مرز مدعی جمهوری خواهی هستن ولی اصلا اینطوری نیست. من اینو گفتم به خاطر اینکه بگم شهریار میهن شاهزاده رضا پهلوی سوگند یاد کردند پس از پرواز روانشاد شاهنشاه آریامهر، اما همین نیستم. 4 دهه این رو گفتن، نه کم و نه زیاد، و گفتن نوع حکومت رو در فردای سرنگونی رژیم اسلامی مردم ایران انتخاب خواهند کرد. آیا این میهن پرستی نیست؟ هر بار که لازم شد به هر بهانه‌ای وارد میدان شد، گفت نخست اتحاد برای سرنگونی رژیم و همه رو همانند پدر معنوی دعوت به اتحاد کرد. این از میهن پرستی نیست؟ شورای ملی رو به راه انداخت. من عذرخواهی میکنم جناب کشیش رسول گرامی، من این بخش رو یه مقدار بیشتر توضیح خواهم داد با پروانه شما. در بخش بعدی سعی میکنم که خیلی خلاصه به سمع نظر دوستان برسونم. راحت باشید، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. شورای ملی رو شهریار میهن راه انداختن تا همه مدعیان براندازی، مدعیان اپوزیسیون، اونهایی که به عنوان مخالف رژیم صحبت میکنن، چون من اونها رو به عنوان اپوزیسیون نمیشناسم. اپوزیسیون یعنی شاهزاده رضا پهلوی، اپوزیسیون یعنی آن کسی که هیچ جایگاهی در ایران ندارد، آن شخصی که میره با پول امثال مایک پنس رو دعوت میکنه، حتی لیاقت اینی که من تو این برنامه اسمش رو بیارم هم نداره، از اون مزاحمین خلقیا که هیچ جایگاهی در درون ایران ندارن. ماها به عنوان مخالفین رژیم با این نیروی اپوزیسیون بایستی کار بکنیم. این نیروی اپوزیسیون چرا شاهزاده هست رو من دارم عرض میکنم. شورای ملی رو راه انداختن، همه ی ایرانیان مدعا رو در حقیقت سعی کردن فارغ از اینکه چه دیدگاهی دارن جمع بکنن در زیر یک سقف به نام شورای ملی که سقف ایران بود، فارغ از اینکه چه دیدگاهی دارن. اما این عزیزان حاضر نشدن از من فارغ بشن و ما بشن، یا با تنگ نظری یا با ناآگاهی بسیاریشون عقب نشینی کردن و فرصت دادن به کسانی که نفوذ بکنن و در نهایت باعث به قول معروف به قول این کافه یا اینا که قدیما صحبت میکردن زدن زیر کافه و به هم ریختن، باز هم ایشون ایستادن. آیا این میهن‌پرستی نیست؟ پیمان نوین رو مطرح کردن که همه گرد هم بیاییم، باز همین احزاب و گروه ها بودن که به بهانه های واهی هر کدومشون عزیزان بدون تعارف میگم راه دیگری رو رفتن و همه هم گفتن در قالب پیمان نوین داریم کار میکنیم. شوربختانه هیچ کدوم اینها رو انجام ندادن، باز هم شهریار میهن ایستادن. آیا این میهن پرستی نیست عزیزان؟ من میخوام بگم چرا ما نمیخوایم نگاه بکنیم به اون، نمیخوام نگاه بکنیم به اون بگران و عقبه‌ای که از خاندان ایرانساز پهلوی هست. وقتی شهریار میهن موفق نشدن این اپوزیسیون پرمدعا رو در حقیقت کنار هم دیگه گرد بیارن زیر سقف ایران، ققنوس رو راه انداختن به صورت تخصصی گرد هم آوردن برای اینکه به صورت علمی برنامه‌ریزی کنن برای پس جمهوری اسلامی. آیا این میهن پرستی نیست نامش عزیزان؟ خودتون قضاوت بکنید. لابیگری با کشورهای مختلف، با کشورهای بزرگ دنیا، اونهایی که مطرح هستن در اروپا، امریکا، کانادا، جاهای دیگه، با کنگره امریکا چقدر دیدار داشتن، چقدر صحبت کردن، مصاحبه کردن و تلاش کردن برای حمایت دولت‌ها از ملت ایران
و نه از دولت اشغالگر ایران. توجه جهانیان رو جلب کردن به جنایات رژیم اسلامی نسبت به مردم ایران، همان مردمی که پدران و مادرانشون بهش پشت پا زدن. آیا این میانپرستی نیست عزیزان؟ همانند یک آموزگار بی ادعا تلاش کردن به ایران هم سوگند. من این رو از شخصی خودم هم بهتون بگم، من بارها و بارها بهشون انتقاد کردم، در یکی دو برنامه انتقاد خیلی سفت و سخت کردم. در پیوی خودشون در واتساپ بسیار انتقاد کردم. آیا شما میتونید به یکی از این مدعیان انتقاد بکنید؟ نه انتقاد علکی ها، با مدرک با سند بهشون انتقاد کردم، پذیرفتن، برای که دل در گروه میهن دارن. آیا این میهن پرستی نیست؟ هیچگاه به عنوان شاهزاده پهلوی از کردیت شاهنشاه و رضاشاه بزرگ استفاده نکردن، خودشون رو یک تن از این 85 میلیون دیدن. این تواضع و فروتنی همانند یک سرباز از میهن پرستی نیست عزیزان. به حرف تمامی ایرانیان با هر جایگاهی گوش دادن، از بالا به پایین نگاه نکردن، به صحبت‌های همه گوش دادن، از جمله به درد دل مبارزان میدانی گوش دادن. بسیار پیام‌هایی رو خود من برایشون ارسال کردم، آنچه را که میتونستن استفاده کنن بهره بردن، از جمله همین پیام 13 خردادشون و این تشکیل ستاد. ما بارها و بارها از زبان عزیزان درون مرز، از زبان بانو سهیلا حجاب، از زبان جناب آموزگار عزیزمون جناب رافعی هم رزممون که در زندان ها هستن، پیام رو به شاهزاده فرستادیم که آقا تا ابدالدهر جمهوری خواهد ماند اگر همه ما زیر سقف ایران جمع نشیم و یک ستاد فرمان رو شکل ندیم. دیدید اومدن ستاد هماهنگی اعتصابات اعتراضات رو مطرح کردن. اینجا بود پاشنه آشیل رژیم. 44 سال مبارزه کردن با همه ناملایمات و نامهربانی هایی که بهشون روا داشتن، به ایران و ایرانی عشق ورزیدن و پشت نکردن. آیا این بی امنی هم پرستی نیست؟ از بدنه ارتش گرفته، بسیار پیام هایی رو من میرسونم به ایشون، از عزیزان درون مرز میگیرم، از کسانی که در بدنه ارتش از سپاه هم، از بسیجن، از مدیران ادارات هستن، یا از بخصوص نظامیانی که در بدنه بسیج سپاه هستن، با مدرک، با اسم، با عکس، با هر چی که شما فکر کنید، با کارت شناساییشون و خانوادهشون میفرستن که آقا دستمون به خون کسی آلوده نیست، این رو برسونید به شاهزاده. ما بهشون رسوندیم، به همه با احترام برخورد کردن، پیام هایی رو هم داشتن. آیا این میهن پرستی نیست که همه این عزیزان با هر جایگاهی و با هر شکلی که شما در نظر بگیرید بهشون اعتماد دارن؟ در آخر من خواهم یه اشاره خیلی کوتاه بکنم. خواهش. در بین تمامی اپوزیسیون درون مرز و برون مرز، شما یک تن رو پیدا کنید که همانند ایشون اون فرد رو بشناسند، همونطوری که جناب دکتر آبار اشاره کردن. یک تن رو نشون بدید که در حق او و خانوادهش ظلم کرده باشن و باز با بخشندگی و بزرگواری عاشق اون ملت باشن. یک تن، فقط یک تن رو به من نشون بدید از احزاب و رسانه ها و اونهایی که مدعی هستن، تای قلبشون علی رغم ایرادی که میگیرن تای قلبشون بهش باور دارن، ببینید که چه کسانی به اونها باور دارن. منظور من این هست، یک تن رو نشون بدید. در خلاصه میخوام عرض کنم که از احزاب و سازمان ها و گروه ها همانند ایشون به ملت ایران به او باور داشته باشن. حتی آنهایی که بهش اعتقاد میکنن، عرض کردم، شهامت اعتراف ندارن که بگن آقا ما بهش باور داریم، رو حب و بغض و موارد دیگه است یا مزدوری است. تمام اینایی که عرض کردم مشتی به عنوان مشتی نمونه خروار دارم عرض میکنم. عزیزان وجدان خودتون رو قاضی کنید. آیا فردی رو در میهن میشناسید که برتر از شهریار میهن میهن پرست باشه؟ به ایران هم هرگز. من به عنوان نوه باطبی سرباز رضاشاه بزرگ عرض میکنم، به عنوان یک سرباز کوچک میهن و پس از اون سرباز پادشاه هم، بارها بارها بهشون گفتم اولویت من پرچم سرنگ شیر خورشید نشان و تمامیت ارضی من هست و سپس شما به عنوان پادشاه هم. درود باش. یک فرد رو میشناسید که ظاهر و باطنش صاف و زلال و پاک و بیالهش باشه همانند ایشان؟ نه عزیزان، به قول ما ایرانی ها، گشتم نبود نگرد نیست. من پوزش میخوام عرضم در این بخش بسیار طولانی شد، من رو میبخشید. و خواستم از زاویه دیگه نگاه بکنم و به همه ثابت بکنم که چرا ایشون میهن پرست هستن و لیاقتشو دارن، شایستن که وکیل ملت ایران باشن. سپاسگزارم. سپاس. منم سپاسگزار هستم.
از غیرت شما و مشخص است که آنچه را که میگید روی یک دانشی هستش و مطالبتون به دل نشست. آمین که باشه که هموطنان عزیز، هرچه عزیزان نظریات خودشون رو صادقانه دارن اعلام میکنن، اما هرگز قرار بر تحمیل نیست، چیزی به شما قرار نیست تحمیل بشه. این آزادی رو ما همه داریم که آزادانه بپذیریم، اما وقتی پذیرفتیم بایستیم وفادارانه بایستیم. فقط نگیم برفرض شما الان دارید میبینید اون برنامه رو در دنیای مجازی یا شبکه عمده جاودان، میگید ایشون داره درست میگه، این آقای دکتر هم درست گفت، همه دارن درست میگن، خب من کجا، آیا منم درست ایستادم یا نه؟ اگر همه چیز درسته منم بایستم، منم تماس بگیرم با این عزیزان و بگم من کجا میتونم خدمت کنم، خدمت من کجاست. فقط دیدن شبکه نیست، شاید شما باید خدمتتون این هستش که بتونید اندیشه خودتون رو بگید به عزیزان و میتونید تماس بگیرید، شاید این هستش که بتونید دست یاری بدید به اپوزیسیون، به اپوزیسیون در کنار شاهزاده ایستادن، از نظر موقعیت مالی حمایت بکنید، شاید شما کسی هستید که میتونید این اخبار رو به دیگران، به گوش دیگران برسید. اما سکوت نکنیم، فقط شنونده نباشیم. اگر شنونده باشیم مسلم بدونیم ما اون اتحاد رو ایجاد نمی کنیم. پس ما فقط منتظر هستیم شب که خوابیدیم صبح بلند شیم بگیم رژیم عوض شده. این از همون خیالات باطل 43 ساله هستش که متاسفانه میبینیم خیلی ها میگن میشه ما شب بخوابیم صبح بلند شیم ببینیم هیچ خبری نیست دیگه از جمهوری اسلامی. خیر نمیشه، باید متحد بشیم، دست به دست هم بدیم. با کشیش رضا فاضلی عزیزم هستیم، سپاس از صبر و تحملتون برادر خوبم. دوست داریم از شما نیز بشنویم برادرم که حقیقتاً چرا میتونه بهتر باشه، چرا میتونه بهتر باشه که ما با شاهزاده هم فکر و همراه باشیم. درود میفرستم خدمت شما، بینندگان عزیزتون، جناب دکتر آبار، جناب آقای مهندس فرشادفر، کشنوری عزیزم، همچنین شما کشش رسول، ممنونم از دعوت شما. خواهش. البته من در کنار بزرگان عملا حرفی برای گفتن ندارم، اما امروز به عنوان نه یک کشیش، نه کسی که کار خدمت میکنه به مسیحیان تحت جفا یا خدمتی رو در یک مجموعه عامل منفعه و NGO به قول معروف در کشوری نزدیک ایران داره صحبت میکنم، بلکه امروز من به عنوان یک فرد، به عنوان یک ایرانی، یک کسی که تو بحبه انقلاب و جنگ ایران و عراق به دنیا اومده امروز صحبت میکنم. خیلی. چون اندیشه و آزادی قابل اسارت نیست و نه با زندان نه با اعدام ذات انسان یک سری مطالبات داره که هیچ وقت خاموش نمیشه و حقیقتیه که ما باید با اون مردم رو آشنا کنیم. یه زمان سوال این بود که چگونه میشه با شرافت زندگی کرد، چیزی که من تو نسل گذشته ایران ایرانی دیدم، تو خانواده‌ای که درش بزرگ شدم با عقبه و پیشینه، حالا نه به عنوان تحصیل کرده بلکه به عنوان افرادی که یاد گرفته بودن به قول معروف بر سر سفره با یک سری شرایط خاص بزرگ بشن، نه تنها از منظر اخلاقی بلکه برای یک سری مخالفان هم اون روز مطرح بود که چگونه میشه با شرافت زندگی کرد. اما الان ساختار ایران ایرانی عملا در هم شکسته و اصلا سوال اینه چگونه میشه زندگی کرد. طبقاتی حتی تحت الحمایه دولت و حکومت فعل هم این سوالها رو دارن میپرسن و مردم ما شاید به خاطر نیارن، به خاطر اینکه ما یاد نگرفتیم به فرزندانمون حقیقت رو یاد بدیم و از تاریخ بهشون بگیم. حدود 200 سال پیش اگر نگاه بکنی، الکساندر گریبای دوفی بود که سفیر وقت روسیه در زمان فتحعلی شاه بود، شما بهتر از من میدونید، ایشون اعلام میکرد که ایرانی ها فقط در برابر قدرت هن که فروتن میشن. ایشون همون رفتارهایی رو انجام میداد 200 سال پیش که امروز با حکومت رژیم ایران انجام میشه. کسی به پای پادشاه بلند نمیشد، رفتارها رفتارهای غیری بود و قرارداد ننگین ترکمانچای که امروز هم دوباره داریم و تاریخ داره تکرارش میکنه رو میبینیم که باعث یک سری از جدایی ها شد، مردم خشمگین شدن، اوضاع به هم ریخت، ایشون رو از بین بردن. اما باز حکومت وقت سعی کرد عنوان پیشکش قطعه ای از خاک ما رو ببخشه و فدا بکنه و غیره و غیره. جالب، این آدم نمایشنامه نویس بوده، شاعر بوده، یعنی یه طبع لطیفی داشته، اما تمام همغمش رو برای اون روسیه و اون روسیه تزاری میذاره، به من و شما اندیشه ای نمی کنه. و به
تکمیل فرمایش جناب فرشادفرد، امروز فردی رو نداریم اینقدر با همیت و با قلب به دنبال ایران باشه. آیا فکر میکنیم اگر مجموعه ای به مانند مجاهدین خلق بخواد وارد بشه، باز ما همون شرایط اعدامهای سلیقه‌ای، کشتارهای توده‌ای، اعدامهای گروهی رو نداریم؟ یا برای تسویه حساب‌های شخصی اتفاقاتی نمی‌افته؟ باز مردم در این تهجر باقی نخواهند موند؟ امروز آقای خامنه‌ای اعلام کردن خدای امروز خدای دهه 60. ایشون فکر کردن باز هم میشه رسانه‌ها رو محدود کرد، صداها رو بس، شروع بکنن به یک سرکوب عمومی و مطلق، کشتارهای خیابانی، شکنجه‌های شدید زندانی‌ها یا اعدام‌های گروهی. نه، دیگه امروز این خبر نیست. هر فرد یک رسانه است، هر فرد یک صدایی رو اعلام میکنه و به بیرون منتقل میکنه. اما یادمون نره رمز تمام اینها یک دل شدن و اتحاده، جدای هر گونه عقیده و سیاست. بله، من تو کلیسا و خدمتی که میکنم پرچم شیر و خورشید همواره کنار محل موعظات ما هست، من بهش اعتقاد دارم. اما اگر کسی اعتقاد نداره، در کلیسام رو به روش نمیبندم. اما اگر کسی اعتقاد نداره، نمیاد اونجا که اون رو زیر سوال ببره، بلکه میاد تا حقیقت رو بشناسه، تا خبر بگیره. من و شما شاید عمده ترسمون اینه که پنهان میشیم در جاهایی که بی اخلاقی حکومت میکنه. کلامم رو با این خاتمه میدم. یه زمان مارادونا یه گلی زد به عنوان دست خدا، خیلی ها گفتن که آقا این خیلی کار بی اخلاقی کرده، متهمش کردن و غیره و غیره. اما امروز میبینیم دکتر ما سرکوب عمومیش از بین میره که صداش در نمیاد، فوتبالیستمون رو اخراج میکنن، برای حالا استقلالی و پرسپولیسی دارم تو دوستش دارم، فوتبالیستمون رو سپاه تصمیم میگیره از تیمی منتقل بشه، همه نگاه میکنن. یک کارهای غیر اخلاقی نهادینه شده تو کشور ما که انگار این جامعه سیاست زده محکومه که اخلاق رو پشت در نگه داره. و فکر میکنم اگر فردی مثل رضا شاه پهلوی بیاد، فردی که در یک خانواده فرهنگی، خانواده بزرگ و با چشم و دل باز بزرگ شده، میتونه این کشتی تلاطم زده ایران رو که هر طرفش رو میگیری یک درد داره هدایت بکنه. متاسفانه درد از هر سمتی که خونده بشه درده، اما این درمان میشه به واسطه یک جراح، یک طبیب حاذق صورت بگیره. نه مثل اون آقایی که دهه 60 گفت اعدام های ما لطف خداونده و اینها رو به خورد مردم دادن، همه هم الله اکبر و همه هم شعار میدادن پای منبرش. نه، ما احتیاج داریم در اتحاد خودمون رو به دنیا بازگرد. یک بیمار تحت احیایی که در جراحی های مختلف اقتصادی و نرمش های انقلابی و غیره و غیره به این نتیجه رسیده، دیگه توانی برای جنگیدن نداره. من سال 76 یادم نمیره، من فکر میکردم اصلاحات ممکنه، تغییراتی در ایران، اما تنها چیزی که ازش برای من باقی مونده جاهای باتون روی پهلو کلیه منه. جنگی که بین عزیزان ملا صورت گرفته، آقای ناطق نوری، آقای سید خندان خاتمی، و امروز هیچ کدوم اونها نیستن جز یک مهره برای سیاست کثیف رژیم. امیدوارم که به زودی زود خبرهای خوبی برای ایران ایرانی پیش بیاد و این سایه شوم شریر و شیطان از روی کشور من برداشته بشه و پادشاه ما پرچمش رو همون گونه که اعلام کرده در کلام خوده پرچمش رو برافرازه. و ایمان دارم که جز عیسی مسیح هیچ کس از آخر تمام دنیا نجات بده. آمین آمین. با سپاس از مطالبی که کشی رضا فاضلی عزیزم فرمودن. حقیقتا این رو بدونیم عزیزان، ما نمیتونیم فقط بگیم ما خادمیم، حتی خادم خدا هستیم، اما دلسوز مردم ایران نباشیم، اما محافظت کار باشیم و بگیم ما کاری نداریم به مسائل سیاسی در جمع عزیزانی که در اپوزیسیون لطف کردن مهمان شبکه امید جاودان هستن. خب
کشیش هم هستش، کشیش های محترم. در ابتدا ما خادم هستیم. مسیح به ما آموخت که میباید پای همدیگر رو بشینیم، میباید حتی دشمنانم رو محبت کنیم. پس جایگاه همه ما برای آزادی ایران این هست خادم باشیم، و شاهزاده رضا پهلوی این رو ثابت کرده، خادمه. اما افسوس که امروز خائنین در سرزمین عزیز ما ایران خودشون رو به عنوان خادمین معرفی کردن، اما خادم خودشون هستن، خادم جیب و حساب بانکی هاشون هستن، خادم فرزندانشون هستن که به عنوان ظالم زاده در سراسر جهان ثروت ایران رو به غارت بردند و نیز دارن لذت میبرن. اما وقتی به ایران برمیگردن نماد حتی پوشش و لباسشون عوض میشه، بر دیگران داوری بد میکنن، قضاوت بد میکنن، همون گونه که پدرانشون انجام داد. آیا الان وقت این نیستش که تو هموطن عزیزم تحت پوشش نام شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که میتواند رهبریت موقعیت برای آزادی ایران رو داشته باشه بیستیم و همه با هم برای آزادی ایران اندیشه کنیم بدون هیچ اختلافی، تا خادم راستین اون رو کشف کنیم؟ میریم با هم دیگه کلیپی رو خواهیم دید که آقای مهندس فرشادفر لطف کردن همین الان برای ما فرستادن، حتما در رابطه با مسئله که صحبت خواهیم کرد باز هم ایشون توضیح خواهند داد. از شهر گلپایگان هستش گویا، و برمیگردیم با سوال دیگه در خدمت عزیزان هستیم. بله، کلیپ رو دیدیم هموطنان عزیز، و همون گونه که عرض کردم حتما خواهیم شنید از آقای فرشادفر عزیز نسبت به این کلیپ. اما همه ما در فکر و اندیشه این هستیم که از این قدرت تاریکی که دموکراسی و آزادی رو از ما گرفته بتوانیم رهایی پیدا کنیم. پس در ابتدا باید به رأی همدیگه احترام بذاریم. پس همون گونه که عزیزان درباره شاهزاده رضا پهلوی به خوبی و نیکی سخن گفتن، خب خیلی ها هستن مخالف این صحبت ها هستن، خیلی ها هستن مخالف شاهزاده به هر دلیلی هستن، که اونها هم نیز حق رأی دارن، اونها هم نیز حق این رو دارن که صحبت بکنن. من میخوام از تک تک عزیزان از جمله آقای دکتر آبار عزیزم نیز خواهش کنم که بفرمایید چرا افرادی الان هستن که مخالف شاهزاده رضا پهلوی هستن برای آزادی سرزمین عزیزمون ایران؟ من صدایی از ایشون ندارم متاسفانه. صداتون بازه آقای دکتر. سپاسگزارم. بله، سپاس از شما جناب کشیش رسول. و باز هم دوباره درود میگم خدمت جناب فرشاد و جناب اقتصادی و جناب کشیش رضای گرامی. عرض کنم که یک روز بعد از اینکه شاهزاده سخنرانی کرد در خرداد ماه، اون خائن بزرگ علی خامنه‌ای دروغگو درباره بازگشت خانواده پهلوی به ایران هشدار داد و تبعیت از سیاست و سبک زندگی غربی و بازگشت به حکومت پهلوی رو ارتجاع کرد. یک مرتجع مذهبی، دوست، دروغگو، واپسگرا، زندگی مدرن در امنیت، رفاه و آزادی رو ارتجاع مینامه. من تعجب میکنم که این فرد چقدر بی پرنسیپه، چقدر این سعی میکنه که عوام فریبی بکنه. بنابراین ببینید، این رژیم از اول تا به حال فقط فقط دروغ گفته، کشتار کرده، چپاول کرده، ایران و ایران کرده، مردم رو بیچاره کرده، درمانده کرده، هر گونه فشاری که امکان داشته بر اونها آورده، و الان هم میگه که نه، رفاه و احتمالاً در آزادی و امنیت زندگی کردن ارتجاع. خب ببینید، این فرد و دار و دسته‌ای که دنبال این هستن، مثل فرض کنید که اون قالیباف و نمیدونم طائب و این دزدهای سرداران دزد و فلان، اینا همشون خب دست همین طبقه است. این در حقیقت این افراد رو باید در حقیقت به چند دسته تقسیم کرد.
من فکر میکنم که نخست اونایی هستن که منافع اقتصادی با رژیم دارن. خب خیلی از اینا همین سردارا و نمیدونم غیرزاله اینا همشون منافع دارن با رژیم و بنابراین نمیخوان منافعشون به خطر بیفته، بنابراین مخالفت میکنن با هر امکانی که بتونه ایرانیان رو باز به رفاه برسونه، به امنیت برسونه و به یک بگیم حاکمیت پارلمانی مردم برسونه. ما میدونیم که شاهزاده رضا پهلوی همیشه گفته که در ایران باید یک حاکمیت مردمی، پارلمانی مردمی بدون دخالت دین و مذهب برپا بشه. حالا میخواد پادشاهی باشه یا اینکه جمهوری، این در ید مردم است. مردم باید انتخاب کنند. من مطمئن هستم مردم پادشاهی رو انتخاب خواهند کرد. چون اینجا هست که در حقیقت اون کردیت شاهزاده از طرف پدرش و بزرگش به خاطر افراد میاد، یعنی هستن کسانی که سنشون میرسه و میتونن به بچه هاشون به نواهاشون بگن که زمانی که محمد رضا شاه بود در ایران چه خبر بود، چه اعتباری داشت، چه امکاناتی داشت، چه وضعیتی بود، چه فراوانی بود، یا در زمان رضا شاه بزرگ چه خبر بود. بنابراین 43 سال با جمهوری اسلامی اشغالگران تبهکار به مردم نشون داده که یعنی چه. پس بنابراین به خاطر این کردیت میتونه الان کار بکنه، وگرنه شاهزاده رضا پهلوی هیچ گونه کردیتی لازم نداره. ایشون از دانش و بینش و از اون افکارش و از میخوام بگم اعتباری که در دنیا داره عنوان این یک فرد فرهیخته، یک فردی که سیاسیه، یک فردی که میدونه چه میگه و چه میکنه، این دیگه احتیاج به کردیت نداره. ولی برای مردم که وقتی به خاطر بیارن اون موقع چه خبر بود، این کردیت البته لازمه. خب بعد میرسیم البته به اونایی که به عنوان اصلاح طلب یا جمهوری خواه، جمهوری خواهای میخوام بگم اصلاح طلب، چون خیلی از چپی ها هم جمهوری خواه شدن، نمیدونم اصلاح طلب هم جمهوری خواه شدن، اینا پست و مقام میخوان که خیلی هاشون رو دوستان میشناسن، اسم نمیخوام بیارم، که اومدن حتی ایشون در پاریس هست و میخواد رئیس جمهور بشه، ولی خودش سالها با رژیم کار کرده، نماینده رژیم بوده، میخواسته رئیس جمهور بشه، نکردنش، بعد بلند شد اومده پاریس و حالا میخواد رئیس جمهور در حقیقت یک حکومت دموکراسی بشه. خب سوم کمونیست ها هستن، تو خب میدونید کمونیست ها به طور کلی همیشه یک دشمنی دیرینه داشتن با رضا شاه و با محمد رضا شاه، اینها هم به این دلیل مخالفت میکنن. بعد میرسیم به مجاهدین به اصطلاح خلق، اینا یه رژیمی میخوان شبیه رژیم همین حکومت اسلامی که با همین وضعیت، همونطور شما قبلا این رو گفتید، اینا میخوان همونطور بگیرند و بکشند و بزنند و داغون کنند و خودشون رو به قدرت برسونند و به صورت دیکتاتوری این رو پیش ببرند. ولی الان شدن همشون دموکرات، همه دموکرات، همه از دموکراسی دم میزنن، ولی کن ما میدونیم که ماهیت اینها دموکراسی نیست بلکه دیکتاتوری. پنجم هم که میبینیم تجزیه طلب ها هستن، تجزیه طلب هایی که در واقع تعداد محدودی هستن، من فکر کنم بیشتر از 100 تن نباشن که اینها میان و های هوی میکنن، سرصدا میکنن، داده بیداد میکنن و میخوان که ایران در حقیقت فدرال بشه، ایران رو تجزیه کنن و هر قسمتش رو به یکی از اینا برسن. بله. البته اینا به نظر من پایگاهی در ایران ندارن، در بین ملت ایران ندارن و این حرفایی که اینا میزنن در واقع نتیجه خودخواهی های خودشونه و این که بتونن به یک نان و آبی برسن، به نوایی برسن. بنابراین اینها همه مطرودن، همه در حقیقت از نظر ملت ایران هیچ عنوان حق و حقوقی در این رابطه ندارن. در ایران همونطور که شاهزاده رضا پهلوی بارها گفته، یک حکومت مردمی، حکومت پارلمانی مردمی، یعنی انتخابات، با انتخابات یا با رفراندوم باید به وجود بیاد که به هیچ عنوان با دین و مذهب هم کاری نداشته باشه. البته در یک سیستم سکولار دموکراسی که من هم اون حزب سکولار دموکراسی دارم، سکولار به معنای نفی دین نیست، نفی خدا نیست، بلکه میگوید دین و مذهب در واقع حق حقوق فردی انسان ها هستن، یعنی دموکراسی یعنی اینکه هر کسی به هر چیزی اعتقاد داره اون پذیرفته میشه، اون محترمه، ولی کن
در سیاست نباید دخالت کنیم، چون ما میبینیم که 43 سال یک حکومت به عنوان حکومت الله و دیکتاتوری چه بلایی به سر مردم میاره. بله. به نام خدا، به نام دین و مذهب. بله. بنابراین فکر میکنم که به اندازه کافی صحبت کردم، هفت دقیقه صحبت کردم، روزش میخوام. سپاسگزارم. سپاس از مهر شما، سپاس از اینکه با ما بودید و مطالبی که فرمودید. ایمان دارم که حقیقتا آنانی که به دنبال این هستن که با تحقیقات درست نتیجه گیری کنن، امروز با فرمایشات شما و دیگر دوستان به نتیجه خوب و مطلوبی خواهند رسید. اما با آقای فرشتفر عزیزم هستیم. با توجه به کلیپی که برای ما فرستادی و الان پخش کردیم، نظر شما رو هم میخوام بدانم. هرچند هرگز نمیخوایم مخالفین شاهزاده رو ما در گوشه‌ای به عنوان دشمنان فرض کنیم، بلکه اونها اندیشه‌ای دارن برای خودشون و نسبت به اندیشه‌شون و ما این حق رو داریم که ما سخن بگیم، اونها این حق رو دارن، پس ما نمیتوانیم اونها رو محدود کنیم. چرا که جامعه دموکراسی، فکر کنم قبل از اینکه نظام اسلامی سرنگون بشه، در ما باید این دموکراسی و آزادی باشه. نظر شما رو میخوام که پس چرا بعضی از اپوزیسیون به تندی و به سختی در برابر شاهزاده ایستادن؟ سپاسگزارم. امیدوارم این بخش رو من خیلی خلاصه بتونم صحبت بکنم. ببینید، من قبل از اینکه اینو دستبندی ها رو براتون توضیح بدم، میخوام بگم که شهریار میهن، شاهزاده رضا پهلوی، با مخالفین خودشون مدارا میکنن، همانند یک پدر معنوی عرض کردم در بخش نخست، و به حرفاشون گوش میدن و همون کسانی که افتخار میکردن به این که با شاهزاده نشستن در یک برنامه‌ای سخن گفتن، بعد میشینن پای اون بساط قلیونشون و میگن که ما بین جمهوری اسلامی و اون سیستم دیکتاتوری و فاشیسم پادشاهی جمهوری اسلامی رو انتخاب میکنیم. من عمدن این کلیپ رو براتون فرستادم، چون اصلا اون شخص نیاز نیست اسمشو ببرم، چون لایق نیست، بزرگ میشه، تبلیغ معکوس میشه. بله، خواهش. از شهر خودش برای شما، از گلپایگان برای شما فرستادم که همشهریاش دارن میگن رضا شاه رو از چاد. بنابراین شما در اون جایگاه نیستی که خودت به من نماینده ایران معرفی کنی و بگی صدای اون داره میاد. یا دوست دیگری که همیشه مدعی اینه که بله من مبارزه میکنم، ما بهش احترام میگذاریم، هیچگاه تا به امروز هم هیچ ایرادی نگرفتیم، حتی با اینکه در مقابل شاهزاده زشت‌ترین موضع‌ها رو گرفته، ما هیچ توهینی بهشون نکردیم، چرا که یاد گرفتیم اگر قرار است همانند شهریار میهن فکر کنیم، بایستی به همه احترام بگذاریم بدون توهین. من میخوام به یک موضوعی اشاره بکنم خیلی خلاصه. این که در کنار اونهایی که به عنوان پایوران حکومتی هستن، طبیعیه، به خاطر این که از قدرتشون به زیر کشیده نشن، به خاطر اینکه بتونن به چپاول و جنایت ادامه بدن، و همونطوری که شما اشاره کردید ما بهشون میگیم گدازادگان، حالا شما فهمیدید ظالمزادگان، اون گدازادگان بتونن آنچه را که هست چپاول کنند و ببرن، طبیعی است. اما در کنار همه اینا ما چند دسته افراد داریم که اینها به صورت گروهی مخالفن. من میخوام اینا رو بهش بپردازم خیلی خلاصه. خواهش. یک عده کسانی هستند که همیشه مخالفن، یعنی اصلا فرق نمیکنه شما در جایگاه فرشته باشی یا در جایگاه شیطان، هر جایگاهی که داشته باشی ایشون مخالفه. بله. یعنی عادت کردن. من رو یاد اون کارتون زمان بچگیامون میندازه، اون کارتون گالیور، اون بله. ایگل میگفت من میدونم نمیشه. بله. اینا همینن، اصلا اینا رو نبایستی ندی، اصلا نباید دید، اصلا باید اینا رو ازشون بگذری، چون در هر حالتش باز هم اونا باور ندارن به کسی یا به کسانی. بنابراین اون دسته رو ما میذاریم کنار. یک دسته دیگه کسانی هستن که طی سالها با عنوان مخالف حکومت واسه خودشون یک کسب و کاری رو راه انداختن، دفتر و دستکی راه انداختن، همیشه هم فقط خودشون رو دیدن، اصطلاحاً وارد گود نشدن. میدونن زمانی که در معرض امتحان مردم و رأی و قضاوت مردم قرار بگیرن، شایستگی لازم رو ندارن و هیچ شانسی هم در مقابل شاهزاده رضا پهلوی ندارن و حذف میشن. مسلم. اینه که شروع میکنن ساز مخالف کوک کردن.
یه دسته دیگه هم هستن عزیزان که اینا خودشون دو بخشن، یعنی یک دسته دیگه کسانی هستن که دو بخشن. بخش اول اون کسانی هستن که اصولا با شاهزاده زاویه دارن، مثالش رو جناب دکتر آوار زدن، در شورش 57 نقش داشتن، حالا پس از چند دهه همراهی با جمهوری اسلامی از رژیم به قول خودشون فاصله گرفتن بدون اینکه درست حسابی از مردم عذرخواهی کنند و با اونها همراه باشن، با یک از اشتباهاتشون، از خیانتهاشون بخوان جبران بکنن و درس بگیرن، در کنار ملت ایران قرار بگیرن، با یک اظهار ندامت اصطلاحاً ما میگیم بازاری دو پهلو، یعنی بود و نبودش هیچ فرقی نمیکنه. من نمیدونم یه چه مثال دیگه بزنم. بله، با یک بله به این شکل خودشون رو تبرئه میکنن و رهبر و لیدر میدونن، اعتماد به نفس بالایی هم دارن، ولی نه اصولا در اون سطح هستن و نه جوانان آگاه میهن، اونهایی که من در بخش نخست برشمردم، اصلا به اینا اجازه خودنمایی میدن، چرا که حاضر نیستن از یک سوراخ چند بار گزیده بشن. اما روی سخن من ملت ایران، عزیزان، شنوندگان، هر آن کسی که صدای من رو میشنوید، با بخش دوم از این دسته شورشیان 57 به واسطه اطلاعاتی که از درون ایران دارم، بارها میتونید برید ببینید، به گواه برنامه‌هایی که دارم، همیشه اطلاعات دست اول رو از درون ایران گرفتم دادم. 3 سال پیش گفتم آقا طایب جاسوس اسرائیله، حالا خودشون اومدن به این نتیجه رسیدن که باید بره به کنار. میتونم برم ببینم این دسته بخش دوم از همون شورشیان 57 خیلی خطرناکن. چرا خطرناکن؟ کسانی هستن که ظاهرن دایه مهربان‌تر از مادرن، خودشون رو به شاهزاده نزدیک میکنن و فقط برای عبور از جمهوری اسلام تا پس از براندازی جمهوری مندرآوردی رو غالب بکنن. متاسف. همانند سابق، همانند 14 گذشته، میخوان شیره جان ملت رو به هر قیمتی بکشن. اون مافیایی که فقط چپاول کرده و غارت کرده و وقتی احساس خطر کرده یک سری رو هم صادر کرده، وظیفه اینها حساب شده نزدیکی به شاهزاده است برای عبور از جمهوری اسلامی. خودشون هم میدونن من چی دارم میگم و به کیا دارم میگم، مثلا نیاز نیست اسم ببرم. اینها باید بدونن که حواسمون بهشون هست، بسیار هم خطرناکن عزیزان. نبایستی همانند سال 57 بی تفاوت، همانند اون اکثریت خاموش از اون 34 میلیون ایرانی بمانید و فقط و فقط یک عده بیان بیرون از اراذل اوباش، از فلسطین و از این ور و از اون ور، و برای ما این رقم بزنن که امروز دارید میبینید و شاهدش هستید و عزیزان بهش پرداختن. امروز دیگه بایستی در کنار مبارزان کف خیابون باشید و امروز بایستی بدانید که این درد جدا جدا درمان نخواهد شد، همانطوری که جناب کشیش رضای گرامی فرمودند و شما اشاره کردید بهش، جناب کشیش رسول گرامی. بایستی باور کنیم به قدرت مردم، همونطوری که شاهزاده فرمودن. بایستی باور کنیم که با همدلی تحت نام پروژه‌ای به نام ایران میتوانیم ایران رو رها بکنیم. آمین. و بعد بیاییم دعوای جمهوری یا پادشاهی رو راه بندازیم. هیچ مشکلی هم پیش نخواهد اومد. بدون برو برگرد، فردای ایران آزاد. من به اون دسته از عزیزانی که میترسن بیان وارد میدون بشن، از اون اکثریت خاموشی که همیشه سکوت کردند و میکنن، میگم به ایران هم سوگند، هر آنچه که شما فکر کنید از رفاه، آسایش، آرامش و امنیت، عزیزان و مبارزان کف خیابون مستند آماده کردن و در اختیار شهریار میهن هست، منهای ققنوس. برای همین هست که شهریار میهن فرمودند 85 میلیون ایرانی بزرگترین آلترناتیف است. بیاین همه با هم این بار، نه جدا جدا، با هم برای رهایی ایران گام برداریم. من پوزش میخوام، امیدوارم دوباره این بخش دوم زیاد عرایزم طولانی نشده باشه. سپاسگزارم از وقتی که من دادید و از اینکه این افتخار رو داشتم در خدمت شما سروران گرامی باشم. عزیز متقابلا منم سپاسگزار هستم از شما پرشده عزیزم و ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش عمل میکنه. برای آگاهی داریم هممون قدم برمیداریم و زیباست که بتونیم کنار هم بیستیم با هر اندیشه، با هر باوری، ولی برای آزادی ایران اندیشه کنیم و در این اتحاد بمانیم. با کشنوری عزیزم هستیم. کشنوری عزیزم، با توجه
به اون دل زیبات که سالهاست در ترکیه برای پناهندگان ایستادی و در کنار اون برای آزادی ایران هم ایستادی و فعالیت میکنی. فقط بسنده نکردی به خدمتی که در کلیسا داشته باشی که بسیار زیبا هستش، اما اینو گسترش دادی. نظر شما چیست نسبت به آنانی که چه نمیدانن چه عمدن مخالف شاهزاده رضا پهلوی هستن و این مجال رو اجازه نمیدن دیگران داشته باشن تا با او هم فکر و همراه باشن در این مسیر؟ کشیش رسول گرامی، از من خدمت منم واقعا میخوام این مسئله رو به این صورت عنوان کنم. ما مخالف جمهوری خان نیستیم. من به عنوان یک کسی که پادشاهی پارلمانی، یعنی پادشاهی پارلمانی هستم، طرفدار پادشاهی پارلمانی هستیم، ما میگیم مردم باید رأی بدن. اما کسی هستن واقعا مخالف شاهزاده و اسم خودش رو میذارن اونا رو جمهوری. بذارید من اونا رو تقسیم کردم مثل دو گروه آبار تقریبا. اونا به سه گروه من تقسیم کردم، گروهایی که مشارکت کردن در حالا بشه نمیشون انقلاب در شورش 57، تجزیه طلبا و جمهوری خواه. گروهایی که مشارکت کردن در انقلاب دهم و شورش 57 شامل مجاهدین خلق، فدایان خلق، حزب توده، ملی مذهبی ها و جبهه ملی، اینا همگی در یک مسئله مشترکن، دشمنی با پهلوی و پادشاه. همینا بودن که به کمک خمینی شورش رو به راه انداختن و باعث شدن آخوندها 43 سال اون مملکت حکومت کنن. هنوزم کینه پهلوی رو دارن و از هر فرصتی هم دشمنی خودشون رو اعلام میکنن و اسم این میشه گفت اسم رمز این گروه ها جمهوری خواهی است. بیشتر جمهوری خواهی که الان ما میشناسیم بیشتر میشه گفت صادراتی های جمهوری اسلامی، اینه که جمهوری اسلامی صادرشون کرده با پادشاهی پارلمانی مخالفن، با پادشاهی مخالفن، با پادشاهی پهلوی کلا مخالفن، چون از دست اونو از اونا هستن، اینا صادراتی هستن. یه سری دیگه هم مثلا تجزیه طلب، تجزیه طلب ها هم دشمن های شاهزاده. برای چی؟ اینا میدونن که در سیستم پادشاهی پارلمانی مجالی برای تجزیه طلبی نمیمونه و آرمان ها جمهوری فدراله، آرمانشون اینه به حساب خودشون، زیرا در جمهوری میتوان به نیت دل خودشون برسن ولی در پادشاهی نمیتونن اینا کاری انجام بدن و خیلی تعدادش هم اندک و خیلیش هم بعد به نظر من بعد از اینکه برها ما تونستیم به مملکت بیم اینا محاکمه بشن، اینا خیلیشون قاتل جوانهای ایرانی هستن. حالا ادیه دیگر مال جمهوری اسلامی و یا اصلاح طلبایی هستن که الان کم نیستن، خیلی از اینا اصلا مؤسس جمهوری اسلامی بودن الان اومدن توی آمریکا این برمان ادعا میکنن یا ادعا میکنن که اپوزیسیون هستن. مردم اینا رو میشناسن، کسی که الان مؤسس فرض کن سپاه پاسداران بوده الان ادعا میکنه که من جز اپوزیسیون هستم. شورا تشکیل دارن، شورای تشکیل دارن که باید 30 نفر هم عضو نیستن. احزابی که الان به عنوان جمهوری خواه دارن مخالفت با شاهزاده میکنن، باور بفرمایید برید تعدادشون رو ببینید به 500 نفر نمیرسن. حالا میخواد 500 نفر واسه یک ملتی که شاهزاده رو لیدر خودشون میدونن میخواد تصمیم بگیرن با مخالفت. خب اینها هم دشمن شاهزاده هستن، اصلاح طلبا، زیرا تنها گزینه ای که مقابل خودشون میبینن شاهزاده است. هیچ کسی، چون میدونن شاهزاده محبوب دل مردمه مسلم، هیچ گروه و شخصی در ایران مانند شاهزاده توان اتحاد مردم رو نداره. اینا اینو میدونن و مردم در شهرهای مختلف دارن شاهزاده رو صدا میکنن، پدر بزرگش رو صدا میکنن. اینا همیشه گروه های مقابل شاهزاده رو مانند جبهه ملی و مجاهدین تقویت میکنن. کیا؟ اصلاح طلب ها، اصلاح طلب که از جمهوری اسلامی هم تقویت میکنن که جلو شاهزاده بیستن. بذار من این حرفمو با این حرف محمد رضا شاه عزیز تمام کنم و وقت شما رو در بیرم. فرمود ائتلاف شوم
سرخ و سیاه همگی جمعن تا نگذارن ایران آباد و آزاد شود. حقیقت. حقیقت. و باید وظیفه ما اینه که جلوی اینا بیستیم. وظیفه ما اینه که به هر حال کسی که توی ایران استفاده کت و شلوار کروات میاد با فلان تلویزیون مصاحبه میکنه بر ضدش جمهوری اسلامی، یک کمی عقلانی فکر کنیم که این از کجاست. این اپوزیسیون جمهوری اسلامیه. این جمهوری اسلامی قبول کرده که به عنوان اپوزیسیون در ایران بیاد بر علیه شاهزاده صحبت کنه. و ما مردم نادان نیستیم، خدا رو شکر از اصل اینترنت همه اینا یه پیشینه دارن که همه ما آگاهی بشون داریم، همین که بتونیم واقعا اون خاص ارادی خداوند که در شما در ارمیا 49 گفتید در نام عیسی مسیح هر چی سریعتر در کشورمون اجرا بشه و آمین. مملکتمون ایران از شر این شیاطین آزاد بشه. آمین بس. آمین با فیض خدا، آمین که چنین خواهد شد. ایستادیم، چشمانداز ما این هستش که آزادی ایران رو میبینیم، حتی آبادانی ایران رو میبینیم، حتی میبینیم قسمتی در این مسئولیت به دوش شاهزاده رضا پهلوی هستش و این دانش رو داره. شاید 43 سال پیش خیلی ها تصور بر این میکردن این آخونده چگونه میخوان حکومت کنن، این آخونده هایی که حتی توی خانواده هاشون بسیار مشکلات دارن. هنوز چند سالی نیستش که یه آخوند یه زن گرفته، اما یک بار زن دوم وارد اون خونه میشه. آخوندی که میاد بالای منبر سخنی رو میگه که تا مردم رو جذب بکنه نسبت به یک خوی به اصطلاح خوب و انصافانه، اما در عمل خودش در پنهان گناهانی رو میکنه. این آخوند آیا میتواند با دانش کم و اطلاعات کم حکومت کنه؟ بله میتونست. تصور من بر این هست که اپوزیسیون در اون زمان بسیار نگرش ضعیفی نسبت به تاریخ اسلام داشتن. اگر تاریخ اسلام رو ما نگاه کنیم میبینیم تاریخ اسلام در اصل یک بازدهی و یک غنیمت بسیار خوب برای آخوندها بوده. نگاه کردن به خلیفه های اسلامی چگونه حکومت داری کردن و اینها وقتی که اون نگرش و اون کتابهایی رو که داشتن رو نگاه کردن توانستن 43 سال بر ملت ایران حکومت کنند و یکی از راهاش این بود که بر زبان ایرانیان چه موافق چه مخالف متاسفانه واژه‌های بدبینی رو گذاشتم، مثل اینکه اون جاسوس این جاسوسه، هر کس که مخالف هست اون رو جاسوس دانستم و در ذهن اونها این بدبینی نسبت به همدیگر رو در سال 60 خمینی ایجاد کرد که مواظب همسایه خودت باش. و چه بسا امروز در قشری که نمیدانن اینک و مخالفت میکنم با شاهزاده، گرفته شده از این اندیشه زشت آخوندی هست که باز از تاریخ اسلام گرفته شده. هرگز قصد توهین به هیچ مسلمان رو ندارم، اما تاریخ اسلام رو وقتی مشاهده میکنیم ما میتوانیم دریابیم چگونه 43 سال اینها با ظلم پایدار بودن، اما رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه عزیز که این همه خدمات کردن، این همه محبت کردن، نتوانستن پایدار باشن چون اونها صادقانه بودن. اما این 43 سال برگرفته از در از 1400 سال طریق ریاکاری و ظلم و رب و وحشت بوده. کشیش رضا فاضلی عزیزم، از شما میپرسم امروز که ما شاهد بر این هستیم که نظام اسلامی به نوعی قدرت رو در دست داره، نمیتونیم بگیم قدرت نداره، متاسفانه قدرت داره. از نظر ما که ایمان به کلام خدا داریم حتی میدانیم که اینها قدرت شیطانی نیز دارن و روح شریر پشت سر خامنه‌ای و این دولت نظام اسلامی هست. از طرفی به تجربه و به دانش زشت تاریخ 1400 سال اینها توانستن مردم رو در بدترین شرایط نگه دارن و هرگاه هم که مردم مبارزه کردن بر علیه اونها ایستادن، حتی از کشتن بچه های 6-7 ساله هم اینها خودداری نکردن. بنابراین امروز نیز میتوانه نظام جمهوری اسلامی شخصیت هایی رو به عنوان رهبران اپوزیسیون معرفی کرده باشه که اونها دلیلی بشن تا قشری از مردم مخالف شاهزاده رضا پهلوی باشن. نظر شما چیست در این رابطه؟ چگونه میتوان در برابر این مخالفت ایستاد و چرا این مخالفت میتونه گسترش پیدا کنه بر علیه شاهزاده رضا پهلوی؟ پوزش جناب کشیش رسول، خواهش کنم، من باید در یک نشست دیگری آخ جانم راحت باشید. میفرمایید من
خواهش میکنم. سپاس سپاس آقای دکتر عزیز. من شما رو میبوسم از راه دور و سپاس از این مهر شما. میگم تا جلسه بعد با اجازه دوستان و بدرود. فیض خدا با شما. بله. در خدمتتون هستیم. کشیزا فاضلی هستم. عزیز هستین. متشکرم. ببینید ثمره تخم تهجر و نفاقی که جمهوری اسلامی در دل خانواده ها و ایرانی ها کاشت امروز ما داریم برداشت میکنیم و این میوه و این ثمره متاسفانه ثمره ایه که ما داریم میبینیمش هر روز و هر لحظه با چیزهای جدیدی و با ایده پردازی ها و توهمزایی های تازهی مواجه میشیم. بردرمون فرشادفر اسم نیاوردن، اما فردی که اولین بار خامنه ای رو امام نام گذاشت ایشون برگشتن گفتن که بین جمهوری اسلامی و پادشاهی من اون جمهوری اسلامی رو ترجیح میدم. به قول زنده یاد مانو خدابخشی ها میگه اینها خطای باصره تاکتیکی دارن. بعد واقعا کی میتونه با این همه تهجر در فقر، زنا، فحشا، بیکاری، انگیزه های غیر، عدم همدلی، واقعا یه مجموعی رو اینگونه نگاه بکنه و اون رو ارجح بده؟ نماینده اصفهان بود فکر میکنم چند وقت پیش گفت دختران بالای 30 سال با شیعیان در اطراف ایران ازدواج کنن. ببخشید چرا ایشون یه سری به خونه و خانواده خودش نمیزن؟ بعد واقعا این تخمی که از جانب اسلام، حالا شما میفرمایید منم به مسلمانی نمیخوام توهین بکنم، اما واقعیت بوت بعلی که داره الان پرستیده میشه در کشور ما متاسفانه و نیرویی که از شریر هست نیتهای درونیش رو الان در واقع آشکار کرده و کسایی که مخالفن عمده کسایی هستند که کاسبان این تهجر هستند. کسایی که عکس آقا رو در ماه میبینن بله راندهای میلیارد دلاری رو ازش استفاده میکنن که مافیاهای مختلفی رو تشکیل میدن. و ببخشید کجا با این حجم سواد، تعلیمات، عدم شناخت کافی از ارتباطات بین‌المللی میتونن به این راحتی کسب درآمد بکنه؟ امروز مؤسسه ای آماری رو از قدرت خرید مردم در پایتخت‌های مختلف اعلام کرد بسته به هر واحد پولی. خیلی دردناکه کشوری مثل ایران در رتبه 250 یکی مانده به آخر نیجریه قرار بگیره و شهر تهران ضعیف‌ترین قدرت خرید رو بعد از لاوس داشته باشه. خب این خیلی دردناکه. وقتی میبینیم با اهن و طلب اعلام میکنن 24 استان کشور به سمت بیابان داره سوق پیدا میکنه. خب اینها داره کشور ما رو از بین میبره. اینها از فروش نفت و منابع نفتی و ثروت ایران دست نکشیدن که هیچ، شروع به صادرات آب و خاک و غیره هم برای ما و ایرانی ها کردن. زمانی که یک فرد اومد و گفت من با قلب بی نهایتم، با مهر بی نهایتم عشق به ایران دارم، تا یک فردی که بعد از 15 سال توی هواپیما سوار شد و گفتن آقایی که همراهش بود بعد اعدام شد ازش سوال کرد. آقای قدزاده پرسیدن بله نخواستم اسامی رو بیارم به قول آقای شاطر اینها رو بزرگشون نکنیم بله. ولی در واقع اون فرد بعد از 15 سال میگه هیچ. خب ببخشید اگر باد به کاری توفان درو میکنیم و الان تنها عاملی که میتونه ما رو در کنار هم دیگه به سمت موفقیت و از این گذار به سلامت رد بکنه یک اتحاد هم بگیر و بعد از اون با فرمایش کشیش نوری هم کاملا موافقم، بعد از اون بیان ببینن مردم چه میخوان در قالب حقیقت. برابو. پروژه و رزومه افراد مشخصه. ما دیگه آزموده رو آزمودن خطاست. از این جمهوری اسلامی چیزی بیرون نمیاد. هر چیزی که میتونست بر سر مردم آورد و هر کاری رو که میبایست انجام داد. فقط دعا میکنم که خود خداوند عملی بکنه و کشورمون از پرستش این شیاطین دور بمونه. آمین. چون خداوند خداوندیه که زمانش با زمانهای من و شما فرق میکنه. اما چیزی که از من، از شما، از خیلی از همنسلامون از بین رفت جوانیمون بود. بله. آزادیمون بود. کوچه اجباری کردیم. مهاجرت دردناک داشتیم. بچه‌هامون در غربت بزرگ شدن. درد کشیدیم. با خانواده هامون در ایران اشک ریختیم. نه اینکه سختی نکشیده باشیم خودمون. هر کدوم ما حداقل روزی 10 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت باید کار بکنیم. جایی که
آدم‌های غیر متخصص بر سر پوزها و مساندی هستند که من و شما حتی فکر نزدیک شدن رو هم بهش نمیتونیم بکنیم، چون باور سیاسی، دینی و عقیدتیمون با اونها متفاوته و این درد است. با سپاس فراوان از همه عزیزانم. در انتها همینطور که گفتید بدر رضای عزیزم، دعای من این هست، من خواهش میکنم لطفاً برای ایران عزیزمون، آزادی ایران و همچنین برای شاهزاده عزیزمون لطفاً دعا کنید، برای این اتحاد دعا کنید تا هر چه زودتر شاهد ایرانی آزاد باشیم. ما به دعاهامون ایمان داریم، ما فقط دعا نمی کنیم، در فکر درمانم هستیم. از این رو هستش که شبکه امید جاودان در صدد این هست که بتونه در کنار اپوزیسیونی که بیدار هستن، اپوزیسیونی که زنده هستش، اپوزیسیونی که صادقانه داره مردم ایران رو خدمت میکنه، بیسته و بتوانیم شاهد ایران آزاد باشیم. بفهمت خواهش کنم بدر رضا. من پوزش میخوام قبل از جناب کشیش رضای گرامی میتونم 30 ثانیه یک موضوعی رو مطرح کنم؟ لطف بفرمایید. اما اینکه چقدر لذت بردم از اینکه من دائما خبرها رو دنبال میکنم، به همراه تیم بزرگ خبرهایی که نمیبینم رو هم برام میفرستن. چقدر لذت بردم کشیش رضای گرامی که کاملا آپدیت خبرها رو دنبال میکنه، واقعا ماتون میگوسم، خیلی لذت بردم. میخوام یه چیزی رو فقط بگم توی 20 ثانیه. عزیزان، همیهنان گرامی، رژیم با جدایی ما و با تفرقه بین ما 43 سال حکومت کرده. شهریار میهن همیشه میگوید قرار نیست من با اسب سفید بیام شما رو نجات بدم. همیشه میگه با هم بایستی نجات بدیم. میخواد دوباره اون اتحاد رو که پاشنه آشیل رژیم هست به وجود بیاره، و برای همینه که میگه همه با هم کار کنیم، بیایم آقایون اپوزیسیون پر مدعای برون مرز، آقایون درون مرزی ها، بیایید کار گروهی رو یاد بگیریم. سپاسگزارم. ببخشید عزیزی عزیز، سپاس. بفهمید پس کشیش رضای عزیزم، با دعاتون ما رو برکت بدید. حتما خداوند قادر پرجلال، آمین، پدر سرمدی، رب و ارباب، تو با حضور خودت، با قدرت خودت به ما اجازه میدی از کلام تو استفاده بکنی و به ما گفتی که نگران زندگی خودمون نباشیم. تو به ما گفتی نگران نباش چه میخوری، چه میپوشی، نه برای بدنت، نه برای زندگی، چون زندگی از غذا و بدن و از لباس مهمتر نیست که در آزادی باشه. ای خداوند، ازت میخوام که جوانانمون جایگاهشون رو در جامعه امروز ایران به دست بیارن. خداوند، تو اعلام کردی که ضعیفان رو قوت میبخشی، ناتوانان رو نیرو عطا میکنی، جوانان خسته و درمانده میشن، جوانمردان از پای میفتن، اما آنان که تو رو ای خداوند انتظار میکشن نیروی تازه از تو میبخشن، بالهای همچون عقاب به اونها میدی ای خداوند. هرچه بدوند خسته نخواهند شد، آنها خواهند خرامید و درمانده نخواهند شد. خداوند، کشور ما رو ملاقات کن. خواهش دعا میکنیم که هر کی با تو ملاقات میکنه تو رو بشناسه. عیسی جان، به اونها جانی تازه عطا کنه خدا، به روحیه و نشاطی که احتیاج دارن برای دگرگونی، برای تبدیل، اونها رو مجهز کنه خدا، امیدشون رو تازه کن تا مثل عقاب پر بگیرن. خداوندا، جوانانم، مردم من حکمت، درایت و روحیه و شاد باشن. خواهش ای خداوند، هر کسی از نسل ایران و ایرانی، چه آموزگار، چه دانشجو، چه کارگر، چه تحصیل کرده، خداوند اتحاد و همکاری رو در ایجاد بکن، اونها رو هدایت کن که باعث تغییرات نیکو در کشورم. آمین. و ای خداوند، باشه که بت‌ها در نام تو، در نام پسر یگانت شکسته بشه و عادل و پارسا شما باشه. آمین. آمین. خداوند، باشه که حقیقت تو ایران و ایرانی رو نجات بده، و باشه که این عزیزانی که امروز سعی در آگاهی مردمان من داشتن رو تو در حفاظت خود نگه داری. در نام عیسی مسیح طلبیدم و ایمان دارم که با شکرگزاری دریافت میکنم. آمین که با ایمان دریافت این. بازم سپاسگزار هستم از مهندس فرشتر عزیزم در ترکیه، کشنوری عزیزم در ترکیه، و همچنین کشیش رضا فاضلی عزیزم که لطف کردید اینک
با ما بودید. هموطنان عزیز اینو بدونید، یک بار دیگه عرض میکنم، فقط بیننده نباشیم، فقط شنونده نباشیم، بلکه در کنار اپوزیسیون صادق بیستیم، بلکه در کنار شاهزاده بیستیم، با هر اندیشه و هر باوری هستیم و مجال اینو ندیم که صداهای منفی و نگاتیو بازم این نظام اسلامی رو پایدارتر از گذشته بر سرزمین عزیزمون کنه و سرزمین ما به دست این اجنبی ها به غارت بره. این نقش شما هستش، ما سهممون رو داریم انجام میده. عزیزانی که من دعوت میکنم نشان دهنده این هستش که این عزیزان ایستادن در ایرانه و منم به در جایگاهی که به عنوان یک خادم خداوند هستم کوتاهی نمی کنم، هر آنچه برام امکان پذیر است انجام میدم. شما چی هموطن عزیزم؟ اگر دارید شما این برنامه رو میبینید، بپرسید از خودتون سهم شما کجا هست. شاید سهم شما این هست همین الان این برنامه رو به اشتراک بذارید برای دیگر دوستانتون. سپاسگزار هستم از اتاق فرمان و از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش عمل کنه و ایران و ایرانیان رو در هر جایگاهی که هستن برکت بده و همه اینها رو در نام مسیح اعلام میکنیم. دست حفاظت خدا با شما خوبان باشد و بماند تا ابدالآباد. آمین. صدات میزنم نجاتم بده از تو این هم همه، دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو، دلم دست به دعاته، چشم همش به راته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته، دلم دست به دعاته، چشم همش به راته، خدا به هم نگاه کن.